شاخصه گنج چیست و در کجا قرار داره و به چه چیزی اشاره میکنه؟ با سلام و درود خدمت کاوشگران عزیز. دوستان عزیزی که در مورد شاخصها پرسیده بودن، اینه که ببینید شاخصه مثل همین که تو تصویر مشاهده شد معمولا اشاره به قلعه یا جایگاه یک حکومتی هست و اگر این نوع سنگ شاخصهای منطقه یا شاخصه محیط که اسمشون هست در اصل که دو حالت داره، حالت اولی نشان دهنده یک جایگاه قلعه، یک جایگاه پادشاهی، یک جایگاه حکومتی، یک قلعه نظامی رو مشخص میکنه. این نوع سنگ شاخص هایی که در قسمت جلوی یک شهر یا یک روستا بنا میشد و مشخص میکردن و این حالت اولیه. حالت دومی اگر به دفینه رب بدیم دوستان، همین شاخصه ای که در تصویر کاملا مشخصه، اگر این رو به دفینه رفت بدیم باید در تقریبا 700 الی 800 متری این سنگ شاخصی که بنا شده در اینجا و مشخص شده که برای قلعه یا برای قلعه های نظامی و تقریبا قلعه های پادشاهی، دقیقا در 700 الی 800 متری باید علائم های کوچکتری باشه، اهم از جوغن گرد، جوغن مستطیع شکل، جوغن تقریبا مثلثی بیضی و کروکی هایی که بر روی سنگ های کوچکی یا تخت سنگ هایی که در فاصله 700 متری با جوغن کاسه جوغن بزرگ مشخص میکنه که جایگاه و نامی بودن یک منطقه رو اثبات میکنه و میتونی این رو به دفینه رد بدیم. من همیشه میگم دوستان شاخصه و کروکی ها و اینکه اثبات کننده محیط باید همراه این نوع کلید اسرار باشن تا بتونین واقعا رد به دفینه بدیم و همچین شاخص هایی که شما الان میبینید اینه که به هیچ عنوان در زیر اینها یا کنار اینها اصلا دفینه موجود نیست. شما حتما باید از فاصله حتی از ریزترین گنجینه هایی هم که برای این نوع شاخصه ها قرار دارند، از فاصله 50 متری، 10 متری تا 1000 متری باید حتما یک شاخصه وجود داشته باشه، یک تثبیت کننده مشخص بکنه، یک جوغنی باشه. اینها رمزهایی هستند که برای دفینه به کار رفته، وگرنه غیر از اینها به هیچ نوع دیم و اینکه این سنگ شاخص محیط یا سنگ که در قسمت بالای کوه مشخص هست دو حالت داره گفتم، یکیش اثبات اینه که یک منطقه و یک جایگاه قلعه هست و اگر در فاصله 700 متری یا 800 متری به چیزی اشاره کرده بود که سنگ شاخص اینجا هست، جوغن و بقیه تثبیت دهنده ها میتونی به دفینه رفت بدین. در این دو حالت خارج نیست. با تشکر.